ساعت 10 به وقت تهران بیننده یک بخش خبری از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. 4 زندانی امنیتی در زندان ارومیه اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشری نسبت به افزایش نگران کننده صدور و اجرای احکام اعدام هشدار دادند. 6 روز اعتصاب صدها کارگر گروه ملی فولاد اهواز، تشکل‌های کارگری در بیانیه‌ای از معترضان حمایت کردند. و آمریکا 2 پهپاد و موشک بالستیک حوثی‌ها را در دریای سرخ سرنگون کرد. اسرائیل نیز به حزب الله لبنان در مورد افزایش سطح درگیری هشدار داد. خبرگزاری میزان مرتبط با قوه قضاییه ساعت پیش اعدام 4 نفر در زندان ارومیه را تایید کرد. اسامی اعدام شدگان وفا هناره، آرام عمری بردیانی، رحمان پرهازو و نسیم نمازی عنوان شده. خبرگزاری میزان دلیل اجرای حکم اعدام این افراد را ارتباط با اسرائیل و اقدام علیه امنیت ملی عنوان کرده و گفته بازداشت شدگان این پرونده 10 نفرند. پیشتر نهادهای حقوق بشری نسبت به احتمال اعدام 5 نفر هشدار داده بودند. گروه حقوق بشری هنگا این اعدام‌ها را نقض جدی حقوق بشر خوانده است. همچنین رسانه‌های حقوق بشری از انتقال داوود عبداللهی زندانی اهل سنت محکوم به اعدام به سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار کرج خبر دادند. پیش از این احکام اعدام قاسم آبسه و ایوب کریمی، 2 از همپرونده‌های عبداللهی به اجرا گذاشته شد. این افراد به اتهاماتی از جمله محاربه، افساد فی‌الارض، هواداری از گروه‌های سلفی و قتل عبدالرحیم تینا امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد متهم شدند. ایران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه در گزارش اعلام کرد اجرای احکام اعدام نسبت به سال گذشته میلادی با 32% افزایش و صدور احکام اعدام با 68% افزایش همراه بوده. این گزارش بر اساس جمع‌آوری، تجزیه، تحلیل و مستندسازی 9656 گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران در بازه زمانی یک سال میلادی گذشته منتشر شده. و اوین مصطفی‌زاده کنشگر حقوق بشر و سخنگوی سازمان حقوق بشری کوردها سلیمانیه همراه ما هستن. ممنون از همراهیتون خانم مصطفی‌زاده. از جزئیات پرونده این 4 نفر که اعدام شدن چه اطلاعات بیشتری دارید؟ با سلام و درود خدمت شما. خب اون چه که در ارتباط با پرونده این افراد که گفته میشه 10 نفرن وجود داره بسیار اطلاعات مبهمی هست، اما آن چیزی که مشخصه این که جمهوری اسلامی از ابتدا هدفش اعدام گروهی در ارتباط با اسرائیل بوده است. و اگه اشاره کنم به موارد یا جزئیات حقوقی و قضایی پرونده، اون چه که گفته شده یا اشاره شده این که پرونده این افراد بعد از فرجام خواهی در مرحله، یعنی درخواست اعاده دادرسی بوده در طی چند روز گذشته که فرجام خواهی به اونها ابلاغ شده و درخواست حفظ دادن و با وجود این که به نتیجه نرسیده و بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی باید به نتیجه میرسید، اما احکام اعدام این افراد اجرا شده. از دیگر سو بر اساس یک فایل صوتی که از آرام همری منتشر شده، این افراد ماها در سلول انفرادی تحت شکنجه های شدید قرار گرفتن، از آویزان شدن، پارگی تاندون دست ها تا یعنی شکنجه با شوکر برقی و احترافات اجباری، و اونها اعلام کردن که تحت شکنجه مجبور به احتراف اجباری شدن و اصلا نمیدونن موسا چه چیزی هستش. اما اون چه که مشخصه اینه که جمهوری اسلامی این افراد رو در ارتباط با نفوذ دستگاه های اطلاعاتی مانند اسرائیل در ایران انجام داده و میخواد انتقامش رو از مردم ایران بگیره و پرونده سازی که علیه افراد و مردم داره درست میکنه. این پرونده سازی ها رو افراد رو با اتهامات امنیتی اعدام میکنه و اون اقتداری که به گفته خودش انتقام علیه اسرائیل در منطقه خواهد بود و نمیتونه بگیره و در ارتباط با نفوذی که در ایران داره از مردمی که به صورت کاملا یعنی دادرسی ناعادلانه و پرونده سازی های امنیتی
اونها رو به اعدام محکوم میکنه و سپس احکام اونها رو در مدت زمانهای کوتاهتری به صورت یعنی مخفیانه و بدون اینکه کسی دسترسی داشته باشه به اون افراد در زمان تحقیقات مقدماتی و بازجویی داره اجرا میکنه و این یک انتقام گیری علیه مردم ایران رو نشون میده، چون اونچه که مشخصه در ارتباط با پرونده های سیاسی و امنیتی اعدام در ایران ارتباط داره با جریانات سیاسی مربوط به خود جمهوری اسلامی، اونچه که در داخل اتفاق میفته و اونچه در منطقه داره اتفاق میفته. خانم مصطفی زاده یک نگاهی هم داشته باشیم به گزارش هرانا، من در خبرها بهش اشاره کردم، این آمار دقیقا گویای چه هست؟ اگر کوتاه پاسخ بفرمایید ممنون میشم. خب در ارتباط با اعدام ها به صورت کلی میشه گفت اعدام شده سیاسی برای جمهوری اسلامی یک کاربرد سیاسی داره و به عنوان یک ابزار خشونت حد اکثری همیشه برای ارهاب و سرکوب جامعه ازش استفاده کرده و همونطور که اشاره کردم چون این ابزار سرکوب در ارتباط با جریانات چه داخل ایران و چه داخل منطقه، خصوصا در ارتباط با مردم و در بیش از یک سال گذشته شاهد خیزش انقلابی جنجیان آزادی بودین، به همین دلیل بعد از این خیزش اعدام ها در ایران بسیار بالا گرفته، چه صدور احکام اعدام که هرانا به اون منتشر کرده و چه اجرای احکام اعدام که به شدت بالا گرفته و این نشون میده همون کارکرد سیاسی که اعدام برای جمهوری اسلامی جهت سرکوب و ارهاب جامعه داره از اون استفاده و بهره برداری میکنه. بله، سپاس از شما عبین مصطفی زاده، کنشگر حقوق بشر و سخنگوی سازمان حقوق بشری کردها که از سلیمانیه همراه ما بودید. کارگران شرکت فولاد اهواز برای ششمین روز متوالی اعتصاب و تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازگشت به کار کارگران تعلیق شده و اخراجی اجرای فوری و کامل طرح طبقه بندی مشاغل، قراردادی شدن تمامی کارگران شفق بر کناره مدیر عامل و خلع مالکیت از بانک ملی از عمده ترین خواست های صنفی کارگران عنوان شده. تصاویری از این تجمع و اعتصاب رو با هم ببینید. ستار رحمانی فعال کارگری از لندن همراه ما هستم. ممنون آقای رحمانی از همراهیتون. ما به بخشی از خواسته های کارگران فولاد اهواز در خبرها اشاره کردیم، از شما بیشتر بشنویم از دلایل این اعتصابات و اعتراضات. بله، با درود به شما و بینندگان عزیز. خب این مسئله خیلی طولانیه، یعنی از سال 1397 اعتراضات کارگران فولاد بوده و خواست‌ها و مطالبات هم از همون روز، از همون آغاز اعتراضات در 97 مشابه بوده، یعنی خواست‌هایی که مطرح کردن شما هم بخشی از اون رو گفتین. الان خواست‌هایی که بهش اضافه شده ممنوعیت رفع ممنوعیت ورود به شرکت کارگران تعلیق شده که به بیان تا 38 نفر رسیده، اینا رو خواسته شدن. خواه همسانسازی همیشه بوده و حاکمیت به دلایل مختلف نخواست این اجرایی بکنه، اجرای کامل این طبقه بندی مشاغل و قراردادی شدن کلیه کارگران شفق را خواستن، برکناری مدیر عامل فاسد در حقیقت به قول اونا خلعیت مالکیت از بانک ملی و مشارکت کارگران در امر مدیریت شرکتی. اما مسئله که اینجا مطرح هستش اینه که اینا چند تا مسئله رو حاکمیت گذاشته و آقای مصطفی ابیات یکی از کارگران شرکت کننده در جلسه‌ای که دیروز داشتن با مدیریت و مدیر عامل شرکت بیان میکنه که مشکل ما از همون آغاز این بود که اینا فشار میارن که ما شورای اسلامی کار رو در محل کار باید داشته باشیم، در این صورت ما شما رو به رسمیت نمیشناسیم، یعنی نماینده‌ای که در بدون رفتن از فیلتر اینها باشه این نماینده رو اینا قبول نمی کنن. و این مسئله رو بارها چندین بار تکرار کردن، مثلا آقای استاندار خوزستان
گفته که کارگران برای رسیدن به مطالبات خود شورای اسلامی کار را باید تشکیل بدن. در غیر این صورت این کار انجام نمیشه. ارسلان غمگین مدیر کل اداره کار و رفاه اجتماعی در خوزستان هم سهامدار اصلی این گروه ملی فولاد بانک ملی است، این هم بیان کرده که ما در جلسات بارها از کارگران خواستیم شورای اسلامی تشکیل بدیم و اینا قبول نکردن. بنابراین ما با نمایندهایی که خود کارگران انتخاب کنن نمیتونیم مذاکره کنیم. این مجموعه شرایط علاوه مشکلاتی که در اختلاس در این شرکت بوده، از جمله امیر منصور آریا که یکی از مدیر کل و صاحب خصوصی این شرکت بود، چند سال پیش به خاطر اختلاس 3000 میلیارد دلاری که گرفتنش پرسد قربانش کردن، اعدامش کردن. اما موسوی بعد از اون اومد باز همون مسئله بود. بانک ملی و در برخی موارد بانک مرکزی به این دلیل اینا را به خودش مدیریت میکنن که اون بخش به اصطلاح خصوصی عملاً خودش اعلام ورشکستگی میکنه و بانک ملی به خاطر طلبی که از شرکت داره عملاً مدیریت اینا به عهده میگیره. وقتی مدیریت اینا رو به عهده میگیره، خود کارگران میگن اصلا نمیدونن جریان چی است و شرایط بدتر میشه. الان تقریباً تولید با 20% شده و شرکت به این بزرگی عملاً ورشکسته شده باید بگیم. بله. و قادر به ادامه اون نیست. بله، ممنون از شما ستار رحمانی، فعال کارگری که از لندن همراه ما بودید. رسانه ها از حمله هوایی اسرائیل به سوریه برای دومین بار در 24 ساعت گذشته خبر دادند. روزنامه فرانسوی فیگارو هم نوشت حماس برای حمله به اسرائیل از 2.5 سال پیش در حال تمرین بوده. در همین حال یک عضو دفتر سیاسی حماس گفت که این گروه هیچ طرحی را برای توقف موقت جنگ نخواهد پذیرفت. فرماندهی ارشد نظامی آمریکا در منطقه سنتکام اعلام کرد ناو USS میسن یک پهپاد و یک موشک بالستیک ضد کشتی را در دریای سرخ سرنگون کرده. این موشک و پهپاد روز پنجشنبه توسط حوثی‌ها شلیک شده بودند. سنتکام گفته به هیچ یک از 18 کشتی که در منطقه در حال تردد بودند خسارتی وارد نشده. از 70 روز گذشته تا کنون این 22 حمله حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری بین‌المللی در این منطقه دریایی است. در همین ارتباط ناو هواپیمابر آیزنهاور که در خلیج فارس بود در روزهای گذشته به نزدیکی آب‌های یمن رفته است. رسانه دولتی سوریه از حمله هوایی اسرائیل به دمشق برای دومین بار در روز پنجشنبه خبر داد. بنابر این گزارش این حملات علیه پایگاه دفاع هوایی سوریه در جنوب این کشور بود. گفته می شود اسرائیل فرودگاه بین‌المللی دمشق و گردان پدافند هوایی و راداری در السویدا در جنوب غربی سوریه را هدف قرار داده. روز چهارشنبه هم یک پهپاد انتحاری از خاک سوریه بلندی‌های جولان را که تحت کنترل اسرائیل است هدف قرار داده. در همین حال روز پنجشنبه حملات خمپاره‌ای از جنوب لبنان به خاک اسرائیل ادامه داشته و اسرائیل به این حملات پاسخ داده. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد که در صورت ادامه حملات به اسرائیل در شمال، ارتش مواضع حزب الله در نقاط مرزی را هدف قرار خواهد داد. پیشتر فرمانده ارتش و وزیر خارجه اسرائیل گفته بودند ارتش برای هر نوع درگیری در شمال این کشور آمادگی کامل دارد. در تحولی دیگر که میتواند مرتبط با افزایش احتمال درگیری اسرائیل و حزب الله باشد، دو ناو جنگی آمریکا با عبور از کانال سوئز دریای سرخ را ترک و به آب‌های اسرائیل در شرق دریای مدیترانه نزدیک شدند. جنگ اسرائیل و حماس در حالی وارد 84 روز شده که بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه از آغاز جنگ 7 اکتبر بیش از 21,000 شهروند فلسطینی در نوار غزه و 301 نفر نیز در کرانه باختری کشته شدند. شبکه الجزیره به نقل از منابع فلسطینی اعلام کرد
در حمله اسرائیل به یک ساختمان در نزدیکی بیمارستان کویت در رفح دست کم 20 نفر کشته شدند. بر اساس آمار ارائه شده، بیش از 55,000 فلسطینی نیز تاکنون مجروح شدند. از 2,300,000 ساکن غزه نیز بیش از 80% آواره شدند. در طرف مقابل، مقامات اسرائیلی از کشته شدن دست کم 1,600 شهروند اسرائیلی خبر دادند که از این میان 501 سرباز از ابتدای حمله 7 اکتبر و در حمله زمینی به غزه کشته شدند. بر اساس آمار ارائه شده، بیش از 6,000 اسرائیلی نیز تاکنون مجروح شدند و 250,000 نفر نیز در نزدیکی مرزهای غزه و لبنان محل سکونتشان را ترک کردند. در حالی که پنجشنبه کابینه جنگی اسرائیل جلسه بررسی وضعیت غزه پس از جنگ را لغو کرد، اسامه همدان عضو دفتر سیاسی حماس در سخنانی در شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که این گروه خواستار توقف کامل جنگ است و هیچ طرحی را برای توقف موقت جنگ نخواهد پذیرفت. فيما يتعلق بالمبادرات والطروحات السياسيه التي يجري الحديث عنها، درباره ابتکارات و پیشنهادات صلح که مطرح شده است، باید ابتدا اعلام کنیم که جنبش حماس آماده گفتگو درباره هر ایده ای است که تهاجم علیه مردم در نوار غزه را به طور کامل و قاطع متوقف کند. مردم ما خواستار توقف موقت جنگ نیستند، بلکه خواهان توقف کامل تهاجم هستند. اینجا همچنین باید تایید کنیم که اداره مسائل فلسطینیان یک تصمیم داخلی مردم فلسطین است. این تنها تصمیم مردم فلسطین است و مردم ما رهبری که به دنبال تانک‌های صهیونیستی و آمریکایی بیاید را نخواهند پذیرفت. روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو در دیدار با خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی گفت که اسرائیل در حال رایزنی برای آزادی گروگان‌هاست، اما نمی‌تواند جزئیات وضعیت این تماس‌ها را ارائه دهد. شامگاه پنجشنبه، صدها اسرائیلی با شعار ما آنها را زنده می‌خواهیم در نزدیکی پارلمان اسرائیل در اورشلیم تجمع کردند و خواستار آزادی گروگان‌ها شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد در یورش شبانه به کرانه باختری 21 نفر را به زن کمک به تامین مالی حماس بازداشت کرده. ارتش اسرائیل میگوید دستگیر شدگان دلال ارز بودند و از طریق ارز دیجیتال و پول نقد حماس را تامین مالی کردند. ارتش اسرائیل از مصادره میلیون ها دلار پول نقد، گاوصندوق ها، اسناد و تلفن های همراه متهمان خبر داد. مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو همراه ما هستند. ممنون از حضورتون آقای جاودانفر. با توجه به حملات اسرائیل به سوریه، فکر می‌کنین که استراتژی اسرائیل در افزایش این حملات دقیقاً با چه هدفی صورت می‌گیره؟ به احتمال زیاد هدف اولین و مهمترین هدف این هستش که جلوگیری بشه از انتقال اسلحه‌های مجهز از ایران به سوریه. فراموش نکنید که سوریه در سوریه سپاه قدس این اسلحه ها رو منتقل میکنه به حزب الله و همونطور که ما میدونیم الان اسرائیل و حزب الله در یک جنگ قرار دارن که هر روز داره شدیدتر میشه. پس برای اسرائیل بسیار مهم هستش که جلوی انتقال این اسلحه ها رو بگیره و فرودگاه های اصلی سوریه برای بخشمزان برای این هدف استفاده میشن که اسرائیل با این حملات میخواد به این انتقال‌های اسلحه پایان بده و دوم افزایش بازدارندگی، قدرت بازدارندگی اسرائیل. با هر حمله‌ای که اسرائیل میکنه به این فرودگاه‌های سوریه‌ای، اسرائیل این پیغام رو به جمهوری اسلامی ایران و به دولت بشارالاسد میفرسته که حمایت اونها از گروه حزب الله قیمت بالایی رو داره، گران براشون تموم میشه و اسرائیل با این حملات داره سعی میکنه که کم کم تصمیم گیری سوریه رو و تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران رو
اگر بتونه در آینده عوض بکنه. ولی همونطور که عرض کردم مهمترین مسئله جلوگیری از انتقال اسلحه است. آقای جاودانپر، در رابطه با درگیری‌های جنوب لبنان چه فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که چقدر اسرائیل آماده ورود به یک جبهه جدید جنگ هست در حال حاضر؟ ببینید، اگر اشتباه نکنم اخیراً یک نظرسنجی انجام شد که بر اساس اون نشون میده که اکثر مردم اسرائیل حمایت می‌کنن از حملات اسرائیل به حزب الله. فراموش نکنید که حزب الله بود که این جنگ رو شروع کرد. بعد از 7 اکتبر این نیروهای حزب الله بودن که شروع کردن آتش رو شروع کردن حملات خودشون رو به تپه های جولان و باعث این درگیری ها شدن که الان به اونجا رسیدیم. بر اساس گزارش های تایید نشده، حتی اسرائیل در راه بعد از 7 اکتبر، حمله 7 اکتبر، اسرائیل هواپیماهاش رو فرستاده بوده برای نابود کردن موشک های حزب الله، چون این موشک ها بسیار خطرناک هستند برای شهروندان اسرائیل، برای کشور اسرائیل بسیار قدرتمند هستند. یه چیزی بین 100,000 تا 150,000 موشک در حزب الله در لبنان هستش. و برای مردم اسرائیل بعد از اینکه دیدن که حماس با قدرت نظامی خودش حاضر هستش چه کار بکنه، دیگه برای اونها تحمل این موشک های حزب الله و تهدید کلی حزب الله، تهدید کلی حزب الله خیلی خیلی پایین رفته. در اسرائیل نگران وجود داره که همونطور که حماس از مناطق مجاور مرزی استفاده کرد برای حمله کردن و کشتن و تجاوز کردن به زنان اسرائیل، شاید در آینده حزب الله بخواد همچین کاری بکنه با واحد رزوانی که اونجا وجود داره که واحدهای مرزی حزب الله هستن. پس اکثریت مردم اسرائیل داره حمایت میکنن. بعد جنگ میتونه شدیدتر بشه، برای همین ما میبینیم که الان نیروهای آمریکایی دارن به این منطقه نزدیکتر میشن، چون واقعا موشک های حزب الله و توانایی نظامی حزب الله برای اسرائیل دیگه واقعا غیر قابل تحمل داره میشه، به خصوص بعد از اینکه ما میبینیم حمایت هایی که جمهوری اسلامی ایران از این بود. بله، ممنونم از شما میره جاودانپر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو همراه ما بودید. و چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. رئیس جمهور اوکراین در تماس با پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک درباره صلح گفتگو کرد. ولادیمیر زلنسکی پس از این تماس تلفنی گفت با پاپ درباره کار مشترک برای عملی کردن صلح در اوکراین گفتگو کرده. زلنسکی گفته نمایندگان بیش از 80 کشور در طرح عملی کردن صلح اوکراین مشارکت دارند. زلنسکی همچنین گفته درباره این گفتگوهای صلح در اجلاس آتی داووس در سوئیس صحبت خواهد کرد. شهردار شهر خارکیف در شمال شرقی اوکراین از حمله موشکی روسیه و شنیده شدن دست کم 6 انفجار در این شهر خبر داد. فرماندار شهر لویف در غرب اوکراین و در نزدیکی لهستان نیز گفت روسیه این شهر را هدف حمله های پهپادی قرار داده. درگیری در جنوب اوکراین نیز ادامه داشت و فرماندار شهر اودسا اعلام کرد در پی حمله چند پهپاد به این شهر یک ساختمان چند طبقه دچار آتش سوزی شده. در بحبوحه جنگ میان اسرائیل و حماس و نگرانی ها از ایجاد اخلال در مراسم جشن سال نو در میدان تایمز نیویورک، پلیس این شهر در حال آماده شدن برای کنترل حوادث احتمالی است. هر سال ده ها هزار گردشگر برای شرکت در مراسم سال نو میلادی در میدان تایمز گرد هم میان. رئیس جمهوری کره جنوبی در بازدید از یکی از واحدهای ارتش این کشور در نزدیکی مرز با کره شمالی از آنها خواسته در صورت دیدن هر گونه تحرک از آن سوی مرز آن را مورد هدف قرار دهند. اگر تحرکی انجام شد باید بلافاصله پاسخ دهید، حتی قبل از اینکه بخواهید به مقام موافقتان گزارشی بفرستید باید اونو تلافی کنین. من میخوام که شما به شدت و به سرعت اهداف دشمن رو به خاطر انجام تحرکات در محل از بین ببرید. بیش از 1,000 پرسنل نظامی، پلیس و اورژانس کره جنوبی روز گذشته به مانورهای دفاعی پیوستند که حمله کره شمالی به سئول را شبیه‌سازی می‌کرد. این رزمایش حملات کره شمالی به یک تأسیسات بزرگ تامین آب، ایستگاه‌های شبکه تلفن و سایر تأسیسات را شبیه‌سازی می‌کرد.
همچنین یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس باما از ایران اینتر.کام در تماس باشین. همچنین ویدیوها و گزارش های خودتون رو برای ما روی واتساپ و تلگرام با شماره‌ای که در تصویر میبینین ارسال کنین. ویدیوهایی که برای ما میفرستین بخش مهمی از خبرهای ایران اینترنشنال است. و ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.